یکی از روش های اسرارآمیز و موثر برای مدیریت زمان استفاده است. گوجه فرنگی به جای ساعت هستش شاید توی نگاه اول خیلی احمقانه به نظر برسه اما افراد خیلی زیادی توی دنیا وجود دارن که میتونن در مورد جادوی این اثر باهاتون صحبت کنن و روی اثرگذاریش قسم بخورن زمانی است که باید یه کار رو انجام بدی اما به خاطر تنبلی یا کار کارو به عقب میندازی هممون از این زمانا داریم و خواهیم داشت خیره شدن به صفحه کاغذ خالی دفترمون یا صفحات پر از تست کتاب جزوات تلمار شده کتاب های خاک خورده توی کتاب خونه یاد گرفتن زبان جدید همشون از این مدل تصمیمات هستن هممون از به تأخیر انداختن لذت میبریم کسی بینمون نیست که نخواد صفحات خالی کتاب تست رو پر کنه یا روزی 15 دقیقه کتاب بخونه یا هر روز ساعت مشخصی و مشغول یادگیری زبان جدید بشه همیشه جملهمون همینه از فردا از شنبه یا الان هم که نزدیک سال نو او میگیم ایشالله از سال جدید این کار رو انجام میدم اما از فردا پومودورو یک روش مدیریت زمانه که کمکمون میکنه بتونیم کارا رو راحتتر انجام بدیم پومودورو مثل یک جادو میمونه و تمام بحانه هایی که برای عقب انداختن کار رو داریم رو از بین میبره به جای فکر کردن به این موضوع که قرار کل روز رو بشینم درس بخونم به خودم میگم که قرار این کار رو شروع کنم و فقط 25 دقیقه از اون کار رو انجام بدم به این صورت یه هدف کوچیک و قابل دسترس برای خودم قرار میدم یعنی با قدم های کوچیک شروع به انجام دادن کار میکنم به هر 25 دقیقه که میام اون کار انجام میدم هم یه پومودورو میگم این شیوه که نخستین بار فرانچسکو سیریلو در اواخر دهه 80 میلادی مطرح کرد همچنان تا امروز به شکل گستردهای رواج داره و به کار میره سیریلو مثل بسیاری از کسایی که تو آشپزخونه خودشون از تایمر استفاده میکردن یه تایمر مکانیکی داشت تایمری که به شکل گوجه فرنگی بود و از اون برای اندازه گیری زمان پخت و پز استفاده میکرد یه بار این ایده به ذهنش رسید که از تایمر گوجه فرنگی برای برنامه ریزی روزانه استفاده کنه به این شکل که معمولا تایمر خودش رو 25 یا 30 دقیقه کوک میکرد و هر بار این قطعه زمانی رو به یک فعالیت مشخص اختصاص میداد. زمان سنج های آشپزخونه شکلهای مختلفی دارن اما چون زمان سنج سیریلو به شکل گوجه فرنگی بود اسم روش خودش رو پومودورو گذاشت پومودورو به زبان ایتالیایی یعنی گوجه فرنگی جالب اینجاست که گوجه فرنگی به نوعی نمادی برای این شیوه زمانبندی محسوب میشه برای عملی کردن این روش تنها وسیله که نیاز دارین تایمره میتونید از روش های سنتی استفاده کنید رو با کمک کرنومتر یا تایمر ساعتتون زمان بگیرید یا میتونید یکم پیشرفته تر کار کنید و از اپلیکیشن هایی که توی موبایل و کامپیوتر قرار داره استفاده بکنید اپلیکیشنی که من استفاده میکنم فوکس تو دو هستش که توی سیستم های iOS فقط ها قابل استفاده است برای سیستم اندروید هم میتونید از اپلیکیشن پومودورو اسمارت تایمر هم استفاده بکنید لزومی نداره که حتما از این اپلیکیشن استفاده کنید. تعداد بسیار زیادی اپلیکیشن موجوده، فقط سعی کنید اپلیکیشن رو انتخاب کنید که دسترسی شما رو به بقیه برنامه ها وقتی که دارید پومودورا رو انجام میدید قطع کنه و نوتیفیکیشنی از سایر برنامه ها نیاد. خب بریم سراغ نحوه انجام کار. یه وظیفه مشخص انتخاب کنید. تایمرتون رو روی 25 دقیقه تنظیم کنید. وقتی پومودوروتون تموم شد یه علامت توی دفترچه برنامه ریزیتون جلوی کاری که شروع کردید بزنید و قسمتی که انجام دادید رو یادداشت کنید پنج دقیقه استراحت کوتاه داشته باشید و از اون لذت ببرید بعد از اینکه چهار مرتبه دوره 25 دقیقه رو تکرار کردید یک استراحت طولانی مدت بین 15 تا 30 دقیقه به خودتون بدید به همین راحتی بریم سراغ قوانینی که باید رعایت بکنید تا بتونید از روش پومودورو رو بیشترین استفاده رو ببرید تقسیم کردن یک کار به قسمت های کوچیک و ساده تر اگه کاری که دارید انجام میدید بیشتر از چهار تا پومودورو نیاز داره حتما لازمه که اونو به قسمت های تر و ساده تر تقسیم کنید مثلا اگه قراره یه کتاب بنویسی و هدف تو بذاری نوشتن کتاب به احتمال زیاد انجامش نخواهی داد بهتره به جای اون هدف تو بذاری که ده خط بنویسی یا حتی ساده تر در اندازه یه پومودورو تا جایی که میتونی مطلب بنویسی دقیقا مثالش رو توی درس هم میشه اوورد به جای اینکه هدفت حل کردن 300 تا تست باشه ساده ترین کار ممکن رو در نظر بگیر و حل کردن 10 تا تست توی 25 دقیقه همیشه قدم های اول رو ساده سازی کنید تا بتونید شروع رو داشته باشید. سختترین قسمت کار شروع کردنشه. وقتی که پومودورو رو شروع کردید حتما باید تا انتهای اونو برید. وقتی که دارید پومودورو رو انجام میدید مثل زمان مقدس رو ببینید و خودتون رو متحد کنید که متمرکز روی کاری باشید که باید انجام بدید و اصلا گوشی یا لوازمی که حواستونو رو پرت میکنه تو کنارتون نباشه اگر از گوشی برای زمان گرفتن استفاده میکنید حتما حتما از برنامه های استفاده کنید که مانع ورود شما به سایر بقیه برنامه ها بشه حتی قبل از شروع پومودورو به بقیه اطلاع بدید که با شما صحبت نکنن تا موقع انجام کار یا درس خوندن تمرکزتون به هم نخوره زمان پومودورو کاملا دست خودتونه اگر عادت به نشستن های طولانی مدت برای مطالعه ندارید بهتره که تایم پومودورو رو 6 تا زمان 15 دقیقه تقسیم کنید بعد از اینکه به سیستم عادت کردید بعد گذشت 7 روز بهتره که به 3 تا زمان 45 دقیقه تقسیمش بکنید طبق تحقیقاتی که انجام شده اگه هنگام انجام کارهایی که نیاز به تمرکز بالا دارن مثل درس خوندن کار خودمون رو قطع کنیم توی هنگام شروع دوباره حداقل نیاز به 20 تا 25 دقیقه زمان داریم تا به نقطه تمرکز قبلی برسیم به همین خاطر در پومودوروهای 25 دقیقه زمانی که به ماکسیموم تمرکز خودمون میرسیم وقت استراحت میشه اما نیاز نیست که با زمان 45 دقیقه شروع کنیم یادتون باشه انجام دادن یک کار با 50 درصد تمرکز به صورت مداوم بهتر از انجام دادن همون کار با تمرکز 100 درصد و به صورت مقطعی هستش ذهن ما توانایی محدودی برای تمرکز کردن داره و اگه قرار باشه یه کاری که زمان طولانی برای تمرکز کردن نیاز داره رو انجام بده ناخودآگاه یک سری بهانه‌های تولید میکنه که از انجام دادن اون کار ما رو منصرف بکنه تقسیم کردن یک کار به قسمت‌های ساده باعث میشه که ذهنتون و ناخودآگاهتون اون کار رو خیلی راحت‌تر قبول بکنه و موقع انجام دادنش کمتر بهانه تولید بکنه روش پومودورو یه روشیه که با ساده‌سازی یک کار بهتون کمک میکنه که بتونید راحت اون کار رو شروع بکنید یادتون نره که یکی از سختترین قسمت‌های انجام یک کار شروع اون کار هستش و به محض اینکه کار رو شروع میکنید و میبینی که کارت داره پیش میره باعث میشه که انگیزت برای ادامه اون کار بیشتر بشه به همین خاطره که هر چقدر درس بخونی بیشتر میتونی درس بخونی چون نتیجهشو داری میبینی و میبینی که خیلی راحتتر بعد از اینکه کار رو داری شروع کردی میتونی راحتتر به درس خوندنت بپردازی هیچ کاری سخت نیست فقط کافیه که اونو به قطعات کوچیکتر ساده بکنیم و به جای ساعت از گوجه فرنگی استفاده کنیم همین الان دست به کار شد